شب همگی به خیر. امشب میخوایم در مورد اعتماد به نفس صحبت کنیم و این دوباره یکی از موضوعاتیه که خودتون پیشنهاد دادید و به پیشنهاد خودتون داره این جلسه برگزار میشه. امیدوارم که براتون مثمر ثمر واقع بشه. فقط خدمتتون عرض کنم جلسه هفته گذشته در مورد اعتماد به نفس کاذب و گذاشتم که آماده باشیم برای این جلسه. پس اگر اونو نشنیدید، اینو تموم کردید، وقت بذارید حتما اونو گوش بدید، چون اون پیش نیاز اینه. یعنی ما اگر اعتماد به نفس نداشته باشیم پیشرفت نمی کنیم، کم پیشرفت می کنیم. ولی وقتی اعتماد به نفس کاذب داریم باعث سقوط خودمون و اطرافیانمون میشیم، به خودمون و اطرافیانمون ضربه میزنیم، صدمه میزنیم. اعتماد به نفس که ندارم، به خودم دارم صدمه میزنم. پس قطعا اونو حتما اگر اینو گوش ندادید قبل از این گوش بدید که منحرف نشیم. یه خطیه که باید صاف روش حرکت کنیم و خیلی خطرناک. این جلسه میخوام در مورد اعتماد به نفس و غرور و یه مقدار نامده علاقمندی صحبت کنیم، مطالبی که خودتون درخواست داده بودید. خب از اسمش پیداست، اعتماد به نفس. خب نفس که منم دیگه، اعتماد به من، اعتماد به چی؟ منی که میخوام اعتماد به نفس داشته باشم چی دارم که اعتماد کنم بهش؟ مثلا همینه. پس کاملا مشخصه، چیزی داری که بهش اعتماد کنی. و اگر این حدود 20 و چند جلسه که در خدمتون بودم طی حداقل همین مدت، سال قبلی ها هیچی، همینا رو توجه کرده باشید، ما داریم در همین مسیر میریم که بتونیم یه ظرف پر باشیم که قابل نوشیدن باشیم، نه اینکه یه ظرف خالی که نمیشه نوشیدش. منی که نه سواد دارم نه هنر دارم، خب من چه اعتماد به نفسی هم باشه کاذبه. من اول باید یه چیزی داشته باشم، برم یه درسی بخونم، بیام یه مطالعه بکنم، برم یه کاری بکنم، برم شاگردی کنم، که البته تمام این مسائلی که ما در موردش صحبت میخوایم بکنیم، حتی امشب هم، علاقه هم اعتماد به نفس، به محیط ما خیلی بستگی داره، به خونوادمون خیلی بستگی داره. جلسه پیشم گفتم بعضی وقتا خونوادمون به ما اعتماد به نفس کاذب میدند و این خیلی خطرناکه. ولی پس خودتون رو پر کنید از معلومات، از تجارب و به مرور پیش برید. این خیلی مهمه. منی که میخوام اعتماد به نفس داشته باشم باید مطالعه داشته باشم. مثال میزنم، میخوام بری کنکور بدی، قطعا اعتماد به نفس باید داشته باشی وگرنه نمیتونی. میخوای بری یه پروژه خیلی بزرگ بگیری، قطعا باید اعتماد به نفس داشته باشی. یعنی هم باید سواد داشته باشی و هم باید تجربهش رو داشته باشی. کنکور میخوای بری بدی، باید درس خونده باشی، نه اینکه یه چهار روز درس خونده باشی، نه، چند سال باید درس خونده باشی. که در مورد کنکور هم من برای جوانای عزیز دلم حتما یه لایو جدا خواهم گذاشت و درس خوندن، نه فقط کنکور، حالا میرسیم بهش. ولی خب اونم اعتماد به نفس میخواد، وگرنه من نمیتونم. و اعتماد به نفس اول یک ظرف پر میخواد. من باید اول خودم رو پر کنم، اول باید پر از اطلاعات باشم، پر از تجربه باشم، پر از ارتباط باشم. تمام محتواشو من تا این 20 خورده جلسه گذاشتم جلوتون. حرکت کنید، پر کنید. یکی از عزیزان یه پیام داده بود واسه من که آقای گلچنی کار نیست، من نمیدونم. خب من تمام اینا رو گذاشتم، یه جلسه رو نگاه نکن، از جلسه اول باید ببینی بیای و باید حرکت کنی. از جلسه اول، اتفاقا جلسه اول از همه مهمتره. و اون که این چیزایی که من میگم هممون میدونیم، ولی آیا موفقیم؟ اگه نیستیم چون به کار نبستیم، فقط میدونیم. و به چه درد میخوره اطلاعات؟ شما کتابو بخونی فقط بدونی به درد نمیخوره، باید بتونی استفاده بکنی، باید بتونی تجربه کنی. پس این از اعتماد به نفس. یک قدم اول پر کردن خودته از اطلاعات و استفاده از این اطلاعات، تجربه از این اطلاعات، تا اینکه اعتماد به نفس پیدا کنی. مگه میشه آدم که پر باشه اعتماد به نفس نشه باشه؟ و باید تازه خودتو کنترل کنی، چون هرچه آدم پرتر میشه خطر از این جهت است که نرم بیفتم اون طرف قضیه و حالا اعتماد به نفس کاذب بشه. و حالا جلسه پیش گفتم من خیلی آدم قدرتمندیم، من که نه، اونی که آدم قدرتمندیه، طرف خیلی آدم قدرتمندیه و دیگه توجه نمیکنه، غرور میگیره دش، که غرور باید باشه، این جلسه هم صحبت میکنیم، کاذب نباید باشه. خب
بعضی وقتا ما خودمون رو قبول نداریم و حاضر نیستیم حرکت کنیم در مسیر درستی که خودمون رو قبول داشته باشیم. لازم نیست دروغ بگیم. خودتو دکتر معرفی میکنی، خودتو مهندس معرفی میکنی، بهت میگن دکتر خوشحال میشی، چاخان میکنی. ببینید دروغ با چاخان فرق داره. دروغ میخوان سر یک کلا بذارن، چاخان طرف داره خودشو بالا میبره. حالا بعضی وقتا طرف چاخان میکنه، ضرری هم واسه کسی نداره، طوری هم نیست. مثلا یه اتفاقی یه جا افتاده، حالا از اول شخص مفرد استفاده میکنه، حالا ممکن اتفاقا مثبت نباشه، خودش هم با... ولی یه مدل چاخان هم از نه، هر کی هر کاری کرده به نام خودش میزنه، یا هر کاری هم نکرده به نفع خودش میزنه. این تو خودش قبول نداره. تو خودتو قبول نداری وقتی لیسانستو نگرفتی خودتو لیسانس نام میبری، مهندس مینام. وقتی مهندس هستی خودتو مهندس نام میبری. وقتی میرسن بهت میگن سلام خانم مهندس، آقای مهندس، من مهندس نیستم، من همینی که هستم و قبول دارم، به همینی که هستم افتخار میکنم. عرض کردم ما اصلا چیزی نیست که نتونی بهش افتخار کنی. بعضیا به محیط زندگیشون افتخار نمیکنن، به محلشون افتخار نمیکنن، اگر روستایی هم به همه اینا میشه افتخار کرد، ولی میشه راضی نبود و ترقی کرد و قدم برداشت. پس لازم نیست خودتو دکتر و مهندس بنامی، قدم بردار، دکتر و مهندس باش، کاری نداره. این همه تو هم یکیش، نمیگم آسونه ولی غیر ممکن نیست. این که عناوینی به خودت ببندی و یا عناوینی که بهت میبندن جلوشو نگیری. بهت گفتن دکتر، من دکتر نیستم، مهندس، من مهندسم نیستم، ولی میشم، دارم میخونم سال دومم. این نداشتن اعتماد به نفس، بعضی وقتا به خودمونم دروغ میگه. کلا وقتی دروغ به کسی میگی یعنی اعتماد به نفس نداری. دروغ آدم ترسویه. آدم ترسو اعتماد به نفس نداره، حقایقو نمیخواد قبول کنه. حقایقو قبول میکنیم، آقا قبول میکنیم، اینجا کثیفه، بلند میشیم، تمیز میکنیم، عذرخواهی هم میکنیم، نه که بگیم نه اینجا تمیزه، نه که چت مال من نیست. این حالشو نداشتن خیلی بده، تنبلی خیلی بده، یا اینکه عجله داشتن واسه به یه چیزی رسیدن. یه چیز عجله ای نیست. آقا مثلا از اصفهان تو تهران حدود 400 کیلومتر بعد این مسیر رو بری، نمیتونی بپری، باید بری. حالا عجله داری باید سریعتر بری، عجله داری زودتر باید درس بخونی، بیشتر باید درس بخونی. همه روزی 800 میخونن، تو روزی 16 ساعت باید بخونی. همه در ترم 14 20 واحد میگیرن، تو باید یه جوری بخونی بورسیشی بتونی بالای 20 واحد در بگیری. ببینید همه اینا هست. پس خودتو قبول داشته باش، اون چیزی که هستی قبول داشته باش، اینا قبول کن. حالا بله میخوام بزرگتر بشم، قدم بردار، خودتو پر کن تا به اون چیزی که آرزو داری برسی. لازم نیست دروغشو بگی، حرکت کن، بزرگ نمایی نکن، خودتو بزرگ جلوه نده. من خونه، آقا نه من یه خونه دارم 100 متر، نه 50 متر، نه 40 متر، فلانجا. من به چشم دیدم آدمایی که انقدر اعتماد به نفس ندارن که برای اینکه دخترش رو شوهر بدن رفتن یه خونه اجاره کردن یه جای خوب شهر یه مدتی که بتونن دخترش رو شوهر بدن. دیدم به چشم، حالا شاید پسرش هم هست، یکی دوتا هم نه، زیاد دیدم. و بعد حتی مستأجره میگه نه من صاحب خونم. چرا اعتماد به نفس نداری؟ این تویی که باید ارزش داشته باشی، دختر تویی که باید ارزش داشته باشه، نه اون خونه. اون خونه ارزش نیست، این موبایلی که تو دست منه ارزشش به منیه که تو دستم گرفتم. اعتماد به نفست با موبایلی که تو دستته، با ماشینی که سوارشی، با پولی که بابات بهت میده، به هیچ کدوم اینا نیست، به خودته. تو چی درونت داری؟ این مهمه. بعضی وقتا برای به دست آوردن اعتماد به نفس دنبال ماشین خوب، دنبال، بله ما باید بهترین ماشین رو سوار شیم، ولی واسه راحتیش بهترین موبایل دستمون بگیریم، واسه امکاناتش، واسه سرعتش، واسه دوربینش، نمیدونم واسه زومش، واسه رمش، نه واسه اینکه بکنیم تو چشه بقیه. این نداشتن اعتماد به نفس. موبایلش میذاره رو میز که همه حتما ببینن. این اعتماد به نفس نداره، این بیچاره با این موبایل میخواد خودشو مطرح کنه. یا هیچی نداره به غیر از اینکه رفته درس خونده شده مهندس، حالا حتما باید بهش بگم مهندس. هیچی نداره. آقا مهندس، باور کنی خارج از کشور کسی به کسی مهندس نمیگه. من قاطی یه مشت دکتر دارم کار میکنم، همشون هم به هم اسم همو میگن، به من میگن شهنام، حتی گلشنی هم نمیگن. تو ایران حالا فامیل آدم صدا میکنن، خارجا اسم همو صدا میکنن، حتی نمیگن دکتر یا مهندس. ولی ما خیلی راحت، هنو دانشگاه نرفته مهندسیم، دکتریم.
و طرف مهندس باشه بهش نگن، مهندس بهش بر میخوره. آقا فامیل داری، اعتبارت به اسمته، به توه، دنبال یه چیزی نباش ببندی به خودت که این یعنی نداشتن اعتماد به نفس. اعتماد به نفس نداری، داشته باشی هم کاذبه. فکر میکنی داری، نداری. اگه داشتی این کارو نمیکردی، افتخار میکردی به اون چیزی که هستی و تلاش میکردی و میرسیدی به اون چیزی که میخوای، نه اینکه دروغشو بگی، نه اینکه بزرگ نمایی کنی. بلد نبودن عیب نیست. بلد نیستم آقا، من در روز کلی ازم سوال میپرسم بلد نیستم، این آقا نمیدونم، یا در این مورد اینو میدونم. لازم نیست که دروغ بگیم. از خب باشه، میرم میپرسم، میرم مثلا میخوام بگم شما پارسال این موقع به من میگفتی فتوشاپو با چه فی مینویسن نمیدونم، حالا رفتم یه ذره خوندم یاد گرفتم، الان دارم درسم میدم. خوبم درس نمیدم ها، حالا همون چیزی که بلدم دارم درس میدم. ایرادم داشته باشم میگم ببخشید دیگه تازه یاد گرفتم. استادم نیستم، خودم هم دارم میگم، هم که بلدم و دارم میگم. ببین خیلی راحته، لازم نیست خودتو گنده بکنی، لازم نیست. آقا ای پس آقا هممون داریم، یه اشتباه نباید تکرار کنیم، اون دیگه میشه حماقت. من آدم اشتباه میکنه ولی تکرار نمیکنه، قبول میکنه و تلاش میکنه واسه رفعش و حرکت میکنه. بلد نبودن ایراد نیست، آقا برو یاد بگیر. یکی میپرسه اینو، نه آقا بلد نیستم، نمیدونم، به خودم اطمینان دارم، چرا نگران نیستم. آقا معلمی شاگرد یه سوال، اینو بلد نیستم بچه ها، میرم میپرسم، میام میگم. نه اینکه بعضی معلمان اعتماد به نفس ندارند چون سواد ندارند. سواد که داشته باشی، حالا تو هزار تا چیز بلدی، یه میلیون چیزم بلد نیستی، ولی بعضی وقتا ممکن متاسفانه دو تا چیزم بلد نیستی، اون وقت ادعاشو داری. بعد خب جلسه قبل گوش بدی متوجه میشی چی خدمتت عرض میکنم. پس اینم از این. یه چیزی که خیلی مهمه، این نکته ای که الان دارم بهتون میگم کلید اصلی اعتماد به نفسه. اندازه خودتو بدون، اندازه خودتو بدونی تمومه، تمومه. و تلاش کنی برای بزرگ کردن اندازت، نه خودتو کوچیکتر بدون، نه خودتو بزرگتر. بزرگتر که هرگز نشون نده، شده یه ذره بیا پایینتر. مثال میزنم، ماشینی که مثلا باید 200 کیلومتر در ساعت بره، اگه مثلا 160 کیلومتر در ساعت بره آرومتر میره. یا مثلا میخوام بگم یه دستگاهی که مثلا وزن 100 کیلو بذاری روش تحمل میکنه، اگه 80 کیلو روش بذاری، 60 کیلو بذاری، بیشتر رفته. پس اگه زورت صده، 60شو بگو که تو صدم جا داشته باشی بری. صده رو نگو که بعد اگه شد 101 سر بری یا بهت فشار بیاد توی صده. لازم نیست خودتو بزرگ کنی، شده حتی یه ذرم خودتو کوچیکتر کن که راحت سر باشی. این بهش میگن اعتماد به نفس، نه اینکه اگه دوی خودتو 200 نشون بده. این خیلی اشتباهه. برو برس به 200، اصلا حرفی توش نیست. میتونی مگه میشه نتونی؟ ولی اندازه خودتو بدون، بدون حدت چیه، بدون توانت چیه. دیدیم آقا طرف چرت و پرت، مثلا نظر من تو زمین خودم میگم، طرف خبرنگار بود مثلا دو سال پیش من نظر میداد در مورد که سکه هایی که فلان، اصلا تو اصلا میدونی سکه چند گرمه، عیار چیه، دیدی، خبر داری، آخه تو دستت گرفته، آخه چی داری تعریف میکنه از ملت. خبرنگاری دمت گرم، خبر بده، تو مسئول تخصصی نیا، خودتو خراب میکنی. این مال این که به خودش کارش اطمینان نداره، به شغلش اطمینان نداره، دوست داره ببینید. مثال میزنم آقا، طرف هی نگاه میکنه به بقیه، این چجوری میره، این اعتماد به نفس نداره. آدمی که اعتماد به نفس داره راهشو پیدا کرده، حالا به علاقه میرسیم، راهشو پیدا کرده، در جهتش حرکت میکنه، نه اینکه از هر دری که نمیدونه، اطلاع نداره، نظر نه. آقا ببند دهنتو، حد و اندازه خودتو بدون. توی جمعی که میای این دهنت که باز میشه، باید چیزی که ازش بیرون میاد مردم ازش استفاده کنن. ممکنه یه وقتی برود نیارن، ولی بعد نفهمید مشخص میشه، بعد میری تو رده جلسه پیشمون. پس حد و اندازه خودتو بدون، بدون چی میدونی. نمیدونی، اشتباه کردم، نباشه اصلا میرم میدونم و اینجور مسائل، و پیش میریم آقا، پیش میریم آقا دیگه. اعتماد به نفسه، من میدونم چون میدونم، چون تجربه دارم، چون انجام دادم. نداری برو تجربه کن. بله تجربه کردن هزینه داره، زمان بر، اصلا حرفی توش نیست، حرفی توش نیست. پس شمایی که اعتماد به نفس نداری یا نمیدونی، یا میدونی تجربه نکردی، برو تجربهش کن.
و تجربه کردن هزینه داره، بعضی وقتا خیلی هزینه داره که باید میتونی از تجارب دیگران هم استفاده کنی که کمتر هزینه بپردازی تا بتونی اعتماد به نفس رو ببری بالا، دیگه بدونی خب من دیگه اینجا دیگه میتونم برم. قطعا که میتونم، ولی مسئله زمانشه که در این مورد در مدیر زمانم صحبت کردم که پیدا کنیم که وقت ورودشه. اینا رو دیگه نمیخوام واردشم. حالا یه دوست دیگه از من پرسید من علاقه من چیه؟ من نمیدونم. آقا شما اگه علاقه خودت نمیدونی برو یه سری به خودت بزن دیگه. اینا خیلی راحت بگم هر آدمی، هر انسانی یه سری علایقی داره. این علاقه از کجا میاد؟ از تو خانواده‌ات میاد، از تو محیطت میاد. خانواده داداش بزرگ داری، بابایی داره، حالا قبلا با الان فرقش، الان جوون نگاه میکنه بابا چیکار میکنه، میخواد اون کار نکنه. تو دوره ما بابای خدا بود، بابا یه کاری میکرد ما میخواستیم حتما اونجور باشیم. یه پسرخاله ای داری دوستش داری، اون کاری که اون میکنه رو دوست داری. یه پسر همسایه ای داری دوستش داری، اون کاری که اون دوست داره میکنی. یه زیدی داری عاشقشی، اون یه چیزی دوست داره، تو علاقه من میشی. ببین یه میری یه معلمی داری، یه چیزی داره که تو میری علاقه من میشی بهش. ببینی پس علاقه از روابطیه که من و شما داریم. شاید هم اصلا علاقه یه جورایی کذب باشه، اصلا من چون نمیدونم. مثل اینکه مثلا قشر نوجوان همه عاشق کامپیوترن، ولی وقتی اومدم مهندسی کامپیوتر بخونم اینه، من فکر کردم نه مثل بازی است. نه آقا اصلا بازی نیست، یه چیز دیگه است. شاید از نشناختنه و اینو بهتون بگم، شاید از ورود نکردنه. اینکه من بشینم هی علاقه خب نه، برو وارد یه چیزی بشو. ببینید ما متاسفانه مخصوصا تو ایران، حالا تو یه کشورهایی میگن آقا نگاه میکنن طرف علاقهشو پیدا میکنن، تواناییشو پیدا میکنن، میبرنش تو اون رسته. تو کشور ما اینجوری نیست. باید ببینی آقا کدوم درا رو بهت بازه، از توشون انتخاب کنی. اگر باز باشه، یه وقت هم نگاه میکنیم اولین دری که باز شد خودمون رو میذاریم اونجا دیگه. شرایط متاسفانه اینجوری، خب وقتی کار نیست، وقتی شرایط نیست، وقتی دانشگاه قبول شدن سخته دیگه، یه جوری علاقه رو آقا میندازیم دور. علاقه چی؟ ببین چیکار میتونی بکنی. وگرنه آقا این کارا که نصف این مردم میکنن علاقه ای ندارن که مجبوری میرن میکنن، که در این مورد هم صحبت کردیم، لایو گذاشتیم، حتما گوش بدید. ولی آدمی که ما دنبالش میگردیم و دارم اینجا با شما صحبت میکنم، آدمایی هن که به علاقهشون میرسند. مسیر ما مسیریه که ما علاقمونو به چنگ میاریم، امروز نه فردا. بله بابات سفیر نیست، بابات وزیر نیست، اصلا بابات آدم خوبی نیست، خانواده خوبی نداری، راهنمای خوبی نداشته باشه، دیرتر بهش میرسی، ولی میرسی، ولی دیرتر، با زحمت بیشتر، با مشقت بیشتر، ولی میرسی. پس اینکه علاقت چیه؟ به هر صورت تو اجتماعی که بزرگ شدی، تو محیطی که ازش بالا اومدی، باید یه سری علاقمندی‌ها به دست آورده باشی. نیوردی؟ من نمیدونم، گزینه‌هاتو انتخاب کن. پیش عموم میتونم برم تراشکاری، پیش دایی میتونم برم مکانیکی، پیش خالم اونجا آشپزخونه دارم میتونم برم آشپزخونه. کدومشو بین اینا کدومو دوست دارم پاشم برم حداقل یکی یه ذرهشو ببینم دیگه. اینشو که میتونی، حتی این مالی جوون نوجوونا دیگه. آقا رسیدی به 20 دیگه، 30 رسیدی دیگه، باید پیدا کرده باشی، تا یه جاییش هم رفته باشی و رسیده باشی دیگه. به سن من نمیشه رفت دنبال علایق. بری نمیگم نمیشه، ولی چه بهتر آدم از اول پیدا کنه و هی بهش اضافه کنه. من همین الان علایق دارم، علاقه قبلیمو کسب کردم تا اونجایی که تونستم، حالا بعضیش هم نتونستم، یا توانم نبوده، یا رابطش نبوده، یا شرایطش نبوده، و الانم همچین که میرم هی شرایط متفاوت میبینم، علاقمو جذب میکنم و میچسبم بهش، میرم جلو که بتونم لذت ببرم و ترقی بکنم. پس علاقه تو خودت بگرد، از من نپرس. و علاقه فقط کافی نیست، علاق بعضی وقتا مثلا بخوام من به فضا نوردی خیلی علاقه مندم، آقا من تو ایران زندگی میکنم، من فضا نورد نمیتونم بشم، من این سن من کدوم، مثلا من به جراحی خیلی علاقه مندم، آقا من دستم میلرزم چطوری میتونم جراحی کنم؟ ببینی یا فرض کن من به آرایشگری خیلی علاقه مندم، آقا من دستم میلرزم نمیتونم موی کسی رو کوتاه کنم. پس خیلی مهمه که من شرایط خودم هم نگاه کنم و ببینم انتخاب کنم. اگه هیچ علاقه ای نداری، برو بگرد گزینه هایی که پیدا میکنی و بین اونها انتخاب کن. این دیگه میشه از علاقه. بریم سر مسئله بعدی و اون غرور. غرور کبر نیست، خودپسندی نیست. یه نکته اینجا واسهتون روشن کنم. ما ایرانی ها، حالا بسته به این که تو چه محیطی بزرگ شدیم، تو چه منطقه ای از این کشور پهناورمون بزرگ شدیم، روی یه سری از این کلمات
با هم دیگه شاید تفاوت تجربه داشته باشیم. مثلا میخوام بگم، من اگه بگم آبرو، شاید اون آبرویی که الان تو ذهن شماست نیست، یه آبروی دیگه است، یا یه نفر دیگه یه آبروی دیگه تو ذهنشه. باید در مورد آبرومون صحبت کنیم. کلمه‌ای که من در موردش صحبت میکنم، یه توضیحی بدم، چهار تا مثال بزنم تا روشن شه واسم. حالا این غرورم همینه. غرورم حالا ممکنه هر کی از این غروره یه برداشتی داشته باشه. من میخوام یه ذره روشنش کنم. من غرور رو به دو قسمت میکنم. غروری که به درد نمیخوره و غروری که به درد میخوره. در مورد غروری که به درد نمیخوره که جلسه پیش صحبت کردیم. این جلسه در مورد غروری که به درد بخوره و باید باشه. یعنی ما باید یه غروری در وجود و ذاتمون باشه. اگر نباشه اصلا آدم موفقی نیستیم، که اصلا ما انسان نیستیم. مگه انسان بدون غرور وجود داره؟ منظور کبر نیست، خودپسندی نیست، منظور بها دادن و ارزش دادن به شخصیت، که من به خودم، به شخصیتم بها میدم. حالا میخوام واسهتون بگم، من آدم مغرور رو میپرم، میپسندمش، دوستش دارم و خودم هم آدم مغروری میدونم. حالا نمیدونم تا چه حد مغرور هستم یا نیستم، ولی من آدمیم که آدم مغروریم، نمیتونم بگم نیستم. حالا خصوصیات آدم مغروری که به نظر من صحیحه و درسته، و اصلا ببینید خوب و بد هم نسبیه، بسته به زمان، بسته به مکان، شرایط، موقعیت، ولی یه چارچوبی داره. از نظر من خوب یعنی اون وقتی من خوبم که یک پله اول آزار به دیگران نرسونم. آقا من یه کاری میکنم، کار خوبیه، اگه دودش تو چش بقیه نره، و چه کار بهتریه که سود و منفعتش هم به بقیه برسونم. حالا فرض کن یک مسئله دیگه ای که هست، بد بودن. بد بودن آقا من اینجوری ترجمهش میکنم، بد بودن اینه که آقا من اذیت به کسی نکنم، بودن من دیگران رو آزار نده، بودن من زندگی رو بر دیگران سخت نکنه. اینطوری میخوام ترجمهش کنم. حالا غروری که من میگم مسبب این میشه که من استقلال مالی داشته باشم. من غرور دارم و به دنبال استقلال مالی میکردم. من دستم تو جیب بقیه نیست، من آویزون این اون نیستم. دیدیم جوانایی که تا زندن اصلا پیر شدن هنوز آویزون پدر مادرن. پدر مادر، نه پدر بزرگ، نه دایی، همش نگاه میکنه کی یه چیزی در میاره به من میده. زن و بچه هم داره بازم نگاه میکنه این کی میمیره یه چیزی به من برسه. این غرور نداره، که این دقیقاً یکی از ملزمات اعتماد به نفس. این اعتماد به نفس هم نداره بدبخت که بره خودش بیکار، منتظر مادر پدرش بمیرن به یه جایی برسه، تازه بماند، که بعضی مادر پدرش هم میکشن که به یه جایی برسن، یا منتظر سر خواهر برادرش کلاه بذاره که 2000 بیشتر گیرش بود. اینا آدمای بدون غروری هست. آدم مغرور بالاه، بقیه رو پایین میبینه پس میباره. آدم پست پایینه، منتظر ببارند، هی منتظر یه چیزی بهش بدند. آدمی که به دنبال استقلال مالی میگرده آدم مغرور مثبتیه، ولی به دنبال استقلال مالی میگرده روپای خودش هم میخواد بیسته. آدمی که میخواد روپای خودش بیسته، من میخوام روپای خودم باشم، من نمیخوام به پدرم تکیه کنم، به دایم تکیه کنم، به آویزون ملت باشم. اگه پاشم برم آمریکا آویزون آمریکام، برم استرالیا آویزون استرالیام، تو ایرانم میگشتم آویزون یکی بودم. من کلا آویزونم. آیا نه مغرور نیست؟ اصلا غرور نداره، اصلا شخصیت نداره. غرور یکی از لوازم شخصیته. یه آدمی که شخصیت داره یه سری خصوصیات داره، یکیش غروره، که این مدل غروریه که من عرض میکنم. بله ممکنه بعضیاتون غرور رو طوری ترجمه کنید که بله اونو منم بد میدونم، اونم خوب نیست. واسه همین اولین توضیح دادم. خب پس آدمی که میخواد رو پای خودش بیسته، آدمی که میخواد استقلال مالی داشته باشه غرور داره، آدم مغرور تا بشه میخواد التماس نکنه. بله یه جایی مثلا جونت در خطره، زن و بچه در خطرم، تو شرایط خیلی ناجوری افتادی، نمیدونم، بله آدم میره التماس هم میکنه، غرورش هم زیر پا میذاره، ولی یه جایی آقا میتونی تو یه کاری کنی که التماس نکنی، ولی میری یه کاری میکنی از تنبلی، چه غرور نداری، بعدم میره التماس میکنی. قراره 8 صبح بری سر کار، هر رو 8 و نیم صبح میری سر کار، این یعنی تو غرور نداری، یه چپ چپ نگاه میکنه، بخشناس نیستی. آدم مغرور کاری نمیکنه که عذرخواهی بکنه، که البته همون انسان یه وقتا یه جایی واسه نگه داشتن یه دوستی، واسه درست کردن یک مشکلی، واسه یه آتیش نگرفتن یک رابطه‌ای
حتی یه چیزی رو گردن میگیره، قروش زیر پا میذاره چون اون واسش اهمیت داره و عذرخواهی میکنه با این کسان گناهگار نیست، ولی تا بتونه تلاش میکنه عذرخواهی نکنه تا جایی که دست خودشه. بعضی وقتا دست بقیه است، اون قسمتی که دست خودمه رو دارم میگم، تا اونجایی که من دست خودمه تلاش میکنم التماس نکنم، یعنی یه کاری نمیکنم که بیفتم به التماس. یه دوز آدم مغروری نیست، یه دوز برنامه کاریش نمیرم میدوزم فوقش دوزیدنم خودم میدازم به بدبختی و گدایی و نداری و خاک برسری و اینا ولم میکنه. خب آقا این چه آدم مغرور نداشته باشم با سیلی صورت خوش و سخ نگه میداره، نه جیب کسی رو میزنه نه کسی میفهمه که نداره، غرور داره، هیچکی درداشو نمیشناسه. حالا طرف رو نشستی آی نداریم بدبختیم بیچاریم، حالا وضعشم بد نیست یا اصلا وضعش بد، آقا تو مگه غرور نداری؟ من همشه میگم آقا مشکلاتت مال خودت، شادیات مال بقیه است. مگه حالا آدمای نزدیک آدمای یه وقت حرف بی خود زدنه به چه درد میخوره میری مینالی جلوی این و اون و همه آدم؟ بله آدم به پدری مادری دوستی همکاری وقتی یه راه چاره ای نه همه هم میشینه و میگه، این آدم غرور نداره. پس آدم مغرور کاری میکنه که خودش، بله یه وقت عرض میکنم تقصیر تو نیست، از یه جایی میاد تو هم غرورت میذاری زیر پا بابت انسانیتت، برای اینکه به هر صورت صدمه به دیگران نخوره، یا حالا دیگه توضیح دادم. ولی خودم دستی کاری نمیکنم، خودم دیر سر کار نمیرم که یه عذرخواهی بکنم. من یه معلمم، سر وقت باید برم سر کلاس. من یه کارمندم، سر وقت باید برم کلاس، نگه بگیرم بخوابم حالا دیر شد فاقش یه قر میزنه دیگه. تو غرور نداری، اگه غرور داشتی سر وقت میرفتی که کسی جرأت نکنه قر بزنه، کسی جرأت نکنه ازت که ببینی. وقت شناس بودن نشونه غروره، صحیح کار کردن نشونه غروره. کاسبه رو دیدی مشتری میاد یه ظرف شکسته داره یواشکی میپیچه بهش میده میره، مشتری میبینه شکسته بر میگرده، دخواه غرور نداره. غرور داشت این کارو نمیکرد، صحیح کار میکرد. صحیح کار کردن نشونه یه غروره. تو وقتی غرور داری صحیح کار میکنی، چون به کسی اجازه نمیدی بازخواستت کنه. کسی تا بتونی تا دست منه، حالا بعضیا میکنن بله، بعضیا غر میزنن، بعضیا میان اذیتت میکنن بله، ولی تا بشه از سمت من نیست، من اجازه نمیدم. این سکه 84 رو بیندازیم قاطی سکه 86 ها 10 تا داره میخره بهش بدیم بره نمیفهمه، فردا میاد داد و هوار. تو غرور داری؟ شخصیت داری؟ نه. ببینی؟ ولی یه وقت نمیبینه، یا یه وقت طرف ناتوه، اصلا تو 86 بهش ندادی رفته اومده گفت، 84 بهش نده رفته گفته آقا این، اون تقصیر تو نیست، ولی یه تقصیر توه، تو مسببشی بابت نداشتن غرورت که باید داشته باشی. بعد همین مسئله است که میکشه دوباره میگم به سمت اعتماد به نفس، چون خودم مسببم، اعتماد به نفسم رو از بین میبره، منو نابود میکنه. من باید یادم ایستاده باشم، بعضا منو خم میشم، تشخیص میدم که باید خمشم وگرنه گردنم میره، حرفی توش نیست، ولی خودم به دست خودم کاری نمیکنم، مگر با ارزش باشه برای دیگران و برای خودم، اونم هر 50 سال یه بار ممکن اتفاق بیفته، نه اینکه یک سر من سر ملت کلا بذارم و دیوار ملت برم بالا فوقش میزننم دیگه. فوق بله یه وقت تو به خاطر وطنت به خاطر انسانها زندگی تو هم با آتیش میکشی، بله غرور چی اصلا زندگی سن میدی، ولی آخه تو 2 ریال پول واسه چیزی که اصلا احتیاج نداری، واسه چیزی که اصلا مهم نیست، واسه 2 دقیقه خواب بیشتر، واسه چیزی که اصلا نمیخوای. ببینه آدمایی که مغرور نیستند، غروری که باید باشه. آدمای کلاهبردار اینا غرور ندارند، یه سر فوش میخورن، خودش به دست خودش، یعنی اصلا شخصیتشو گذاشته زیر پا رفته، کارش نکنه من این کارو میکنم اونم فوش میده، طوری نیست. من 1000 بار گفتم طوری زندگی کن که طرف تورود اگه به تو این کرد پشت سرت تحسینت کنه، بذار تورود هرچی میخواد بگه تو دلش تحسینت کنه، اون مهمه. تو باید صاحب دلها باشی تو موفق باشی، وگرنه تظاهر متاسفانه در این دنیا زیاده. بعضی ها تظاهر میکنن آه دمت گرم، ولی پشت سرت میرن حرف میزنن، ولی تو دلشون فوشت میدن. مهم دل است، مهم که من درست باشم. پس آدم کلاهبردار
فوشخورش ملسه، این آدم بیغیرتیه، کاملا بیغیرته و میگم بکنه، آدم مغرور میبخشه، میده. آدم کلاهبردار تلاش میکنه از اینکه بکنه، این نداشتن غرور عین دزده دیگه، دزدم همینه. این دوتا حالا دزده بدون ارتباط میره میزنه، تفاوت اینا اینه، کلاهبردار ارتباط برقرار میکنه و جیبتو میزنه، رفاقت میکنه، ارتباط برقرار میکنه، فریب میده، جیبتو میزنه. دزده مثل یه شکارچیه، منتظر مومن نیستی میره میدوزه و هم داره میره. جفت این آدمای بیشخصیتی هن و مغرور نیستند، چون میدونند که بچه اتفاق میفته و عمدن میکنند. و در نهایت واسه اینکه بیشتر وقتتون رو نگیرم، یادم مغرور هرگز از سختی ها فرار نمیکنه، مشکلات رو حل میکنه، چون این مشکلات باید حل بشه. این مشکل منه و من حلش میکنم و من بزرگتر میشم و میرم سراغ مشکل بزرگتر که مشکل بزرگتر رو هم حل کنم. ولی آدم بی شخصیت میشینه بلکه یکی بیاد مشکل واسش حل کنه، یا اصلا مشکل خودش ایجاد کرده میندازه گردن یکی دیگه. اعتماد به نفس، نفستو پر کن و حد و اندازه خودتو بدون. شب همتون بخیر.